روز جهانی زمین پاک، احتمال بازگشت شیر ایرانی به خانه‌اش پس از چندین دهه و اعتراضات محیط زیستی تلاشگران حقوق حیوانات به کشتار سگ‌ها با تزریق اسید در شیراز محورهای گزارش محیط زیستی این هفته خیابان زندگی است. دوم آوریل برابر با دوم اردیبهشت روز جهانی زمین پاک است. مردم سراسر جهان در این روز به پاکسازی محیط زیست پیرامون خود می‌پردازند. شعار روز زمین باز تولید، بازیافت و کاهش است. برداشت بی‌رویه از منابع طبیعی که افزایش پسماندها و در نتیجه آلودگی محیط زیست را در پی دارد. این افزایش نگران کننده پسماندها مدیریت و به کارگیری فناوری مدرن برای کاهش این پسماندها را می‌طلبد. فرایان مسئولیت حفظ پاکیزگی محیط یکی از وظایف اولیه شهروند مدرن است و خود شهروندانند که می توانند به صورت داوطلبانه از دور انداختن زباله های خود به طبیعت یا محیط پیرامون خودداری کنند. پراکندگی بطری های آب یا بسته های غذایی در کنار اتوبان ها نمونه روشنی از عدم پایبندی شماری از شهروندان به تعهداتشان در قبال حفظ محیط است. اما از آن سو می‌بینیم داوطلبانی که کنار جاده‌ها به جمع‌آوری زباله‌های پلاستیکی سرگرمند. مقام‌های محیط زیست ایران می‌گویند می‌خواهند یک جفت شیر ایرانی را به ایران بیاورند. این شیرها قرار است در محوطه ویژه باغ وحش تهران نگهداری شوند. دشت ارژن فارس و آبرفت کارون خوزستان زیستگاه شیر ایرانی بوده است. با شکار آخرین شیر ایرانی در سال 1321 در منطقه شمالی دسفول خوزستان، دیگر هیچ شیری در فلات ایران دیده نشد. شکار بی‌رویه شیرها، دست‌اندازی انسان به زیستگاه شیرها و شکار بی‌رویه طعمه شیرها از جمله دلایل اصلی نابودی شیر ایرانی اعلام شده است. پیش از انقلاب تلاش‌هایی برای بازگشت شیر به طبیعت ایران صورت گرفته بود، اما زمین‌های اختصاصی به این کار در دشت ارژن بعد از انقلاب و تحت عنوان اصلاحات ارضی میان مردم تقسیم شد. به این ترتیب پروژه بازگشت شیر ایرانی به خانه‌اش کنار گذاشته شد. پخش فیلم کشتن سگ‌های بی‌خانمان با تزریق اسید در شهرک صنعتی شیراز با واکنش شدید کاربران اینترنتی روبرو شد. مدافعان حقوق حیوانات استان فارس نیز در اعتراض به این رویداد در برابر ساختمان حفاظت محیط زیست استان فارس در شیراز دست به تظاهرات زدند. شهرداری شیراز نیز این اقدام را محکوم کرده و هر گونه دخالت خود را انکار کرد. اما متن گفتگوی افراد حاضر در فیلم میگوید اینان پیمانکاران شهرداری‌اند که در ازای تحویل یک لاشه سگ 15,000 تومان دریافت می‌کنند. حالا سازمان دامپزشکی کشور میگوید پا به میدان گذاشته و برای کنترل جمعیت سگ‌های بی‌خانمان همکاری خواهد کرد. مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور در این باره گفت برای کنترل جمعیت سگ‌های خیابانی، زنده‌گیری، عقیم‌سازی، واکسیناسیون، علامت‌گذاری و رهاسازی سازمان دامپزشکی کشور، وزارت کشور و شهرداری با حامیان حیوانات همکاری می‌کنند. بابک شایی، صدای آمریکا.